بیایید از تابع میانگین برای یافتن متوسط یا میانگین و امید به زندگی در زنان و مردان استفاده کنیم. اول یک ستون جدید درست می اسم این ستون را مجموع امید به زندگی هنگام تولد می برای شروع یک فرمول روی اولین خونه کلیک می کنیم و علامت مساوی رو تایپ می کنیم. شروع به تایپ کلمه اوریج کنید. می بینید که جدول داده با پیشنهادهایی به شما کمک میکنه. کنه. فرمول ها اسم هایی دارن مثل سام، Average, کاونت و اسامی دیگه. و همینطور متغیرهایی دارن. همه متغیرها بین پرانتز نوشته میشن. در مورد مثال ما میبینیم که برای فرمول میانگین لازم عددهایی رو که میخوایم میانگینشون رو بگیریم داخل پرانتز بذاریم. میتونیم این کار رو به سادگی با کلیک و کشیدن در طول خونه هایی که میخوایم میانگینشون رو بگیریم انجام بدیم. حالا میتونیم پرانتز رو ببندیم و روی اینتر کلیک کنیم تا فرمول تموم بشه. شما خواهید دید که حالا میانگین این دو مقدار رو محاسبه کردیم. مثل موارد قبلی میتونیم این فرمول رو با کلیک و کشیدن اون تا پایین ستون کپی کنیم. خب اگه میخواستیم حد اکثر مقدار امید به زندگی رو بدونیم چی کار باید میکردیم؟ یک ستون جدید به اسم حد اکثر امید به زندگی درست میکنیم. روی خونه کنار اون کلیک میکنیم و بعد دکمه فرمول رو فشار میدیم و مکس رو انتخاب میکنیم. خواهید دید که از ما میخواد مقدارهایی رو که دنبال یافتن حد اکثر اونا هستیم انتخاب کنیم که در مورد مثال ما ستون مجموعه کل امید به زندگیه. به محض اینکه که خونه هایی رو که میخواییم انتخاب کردیم برای کامل کردن فرمول اینتر رو فشار میدیم. خواهید دید که مقدار حد اکثر خونه هایی رو که انتخاب کردیم به ما نشون میده. میتونید این کار رو با محاسبه حداقل امید به زندگی بیشتر تمرین کنید. فرمول های پیش ساخته بسیاری توی جدول های داده وجود دارن و شما میتونید از همه اونها به همین روشی که توضیح دادیم استفاده کنید. در پایین و در بخش منابع اضافی برای شما فهرسی از توابع پیش ساخته در جدول داده رو آماده کردیم که میتونید استفاده کنید.